بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت میپردازیم به ترجمه متن درس دوم سال 12 صفحات 52 و 53. در این قسمت میپردازیم به ترجمه متن درس دوم سال 12 صفحات 52 و 53. How to use a dictionary. چگونه از یک فرهنگ لغت استفاده کنیم؟ A good dictionary gives the user information about words such as spellings, pronunciation and definitions. یک فرهنگ لغت خوب، میخوایم اون قسمتی که براتون گفتیم به همون شکل بیایید که با ترجمه جمله ها آشنا بشید. بازم من نکات رو رعایت میکنم. نگاه کنید، یک فرهنگ لغت خوب gives ارائه میده به user کاربر information اطلاعاتی about راجع به words کلمات. حالا چه اطلاعاتی؟ such as مثل spellings املا، pronunciation تلفظ، and definitions و تعریف ها یا معانی. پس این شد یک فرهنگ لغت خوب اطلاعاتی از قبیل املای کلمات، تلفظ کلمات و معانی کلمات را میده به کاربر. It also gives examples of how to use the words in sentences correctly. آن برمیگرده به دیکشنری. یک دیکشنری خوب also همچنین gives میدهد examples مثال هایی از how to use the words، نحوه استفاده از کلمات را یا چگونه استفاده کنیم از کلمات. How to رو بگیم نحوه یا چگونه استفاده کنیم از کلمات. In sentences correctly، در جمله ها به درستی. اینم به ما میده یه مثال هایی که ما نحوه استفاده لغات رو در جمله ها به درستی بدونیم. بریم جمله بعد. Therefore it is essential to know how to use a dictionary. بنابراین این اهمیت داره، ضروریه که بدونیم نحوه استفاده یک فرهنگ لغت را. In this lesson we provide you with some helpful tips on how to use a dictionary effectively. من provide somebody with رو گفته بودم براتون. اینجا هم نگاه کنید، provide you with. در این درس ما مهیا کردیم، آماده کردیم براتون some helpful tips، چند تا توصیه مفید. tip به معنی انعام هست، به معنی توصیه یا راهنمایی. چند تا راهنمایی و توصیه مفید آن راجع به how to use، نحوه استفاده dictionary، فرهنگ لغت effectively، به طور مؤثر. پس در این درس ما آماده کردیم براتون چند تا توصیه مفید راجع به اینکه چگونه استفاده کنید از یک dictionary به طور مؤثر. این توصیه ها چی هستن؟ شماره 1، choose the right dictionary. یک دیکشنری یا فرهنگ لغت خوب را انتخاب کنید. فرهنگ لغت درست را انتخاب کنید. Right، درست، صحیح، مناسب. پس توصیه اول، راهنمایی اول، فرهنگ لغت درست را انتخاب کنید. There are many different types of dictionaries such as learner's dictionaries, general dictionaries, picture dictionaries, etc. هستند انواع متفاوتی از فرهنگ‌های لغت، یا وجود دارد انواع متفاوتی از فرهنگ‌های لغت از قبیل such as فرهنگ لغت‌های زبان‌آموز، فرهنگ لغت‌های عمومی، فرهنگ لغت‌های تصویری، etc. و غیره. Therefore first identify your needs. بنابراین اول identify، مشخص کنید your needs، نیازهاتونو. اول نیازهاتونو مشخص کنید، شناسایی کنید. Without choosing the right one
You cannot meet your language needs. بدون انتخاب یک فرهنگ لغت درست شما نمیتونید، قادر نیستید نیازهای زبانیتون رو برآورده کنید. Meet the needs یعنی نیازها را برآورده کردن. چه نیازهای؟ نیازهای لنگویج، زبان را. این یک راهنمایی یا یک توصیه. بریم توصیه شماره دو. Read the introduction. مقدمه رو بخونید. همیشه مقدمه فرهنگ لغت رو بخونید. The best way to learn how to use your dictionary effectively is to read its instruction. Introduction. بهترین راه برای یادگیری نحوه استفاده فرهنگ لغتتان به طور مؤثر این است که بخوانید مقدمه آن را. پس بهترین شیوه برای یادگیری اینکه چگونه از فرهنگ لغتتان به طور مؤثر استفاده کنید این است که مقدمه آن را بخوانید. This section explains issues like how entries are arranged, what information is offered in entries and what abbreviations and pronunciation symbols are used throughout the entries. این بخش توضیح میده موضوعاتی را از قبیل اینکه چگونه مدخلها مرتب شدن، چه اطلاعاتی ارائه شده در مدخلها و چه علائم اختصاری یا علائم تلفظی استفاده شدن در سرتاسر این مدخلها یا ورودیها. یه بار دیگه این بخش توضیح می‌دهد موضوعاتی را مثل چگونه مدخلها مرتب شدن، چه اطلاعاتی ارائه شده در مدخلها و چه علائم اختصاری یا چه مخففهایی و علائم صوتی، صوتشناسی، تلفظی استفاده شدن در سرتاسر این مدخلها. سیمبل به معنی سمبول، نماد، نشانه. اما توصیه سوم، learn the abbreviations. مخففها را، علائم اختصاری را یاد بگیرید. Different types of abbreviations are often used in the definitions for a word. انواع متفاوتی از مخففها، علائم اختصاری اغلب استفاده میشه در تعریف‌های یک لغت، معانی یک لغت. This can be confusing if you do not know what the abbreviations stand for. این میتونه گیج کننده باشه اگه شما ندونید که این مخفف‌ها برای چی هستن، این علائم اختصاری مخفف چی هستن. اگه ندونید ممکنه که گیج کننده باشه. بریم توصیه بعد، توصیه شماره چهار. Learn the guide to pronunciation. راهنمایی تلفظ را یاد بگیرید. راهنمایی تلفظ را یاد بگیرید. If you immediately jump into using the dictionary without understanding the pronunciation guide, it can be difficult to figure it out. اگر شما فوراً بلا فاصله jump into، برید به سراغ using the dictionary، استفاده از فرهنگ لغت without understanding، بدون اینکه بفهمید the pronunciation guide، راهنمایی تلفظ را، it can be difficult، مشکل خواهد بود figure it out، یادگیری آن. پس اگه شما بلا فاصله برید به سراغ استفاده از فرهنگ لغت بدون اینکه راهنمایی تلفظ رو متوجه شوید میتونه برای درک اون سخت باشه. توصیه شماره 5، read the guide words. لغات راهنما را بخوانید. These are the two words at the top of each page that show the first and last entries on the page. اینها یعنی لغات راهنما هستند، دو لغتی که در بالای هر صفحه وجود دارن و نشون میدن اولین و آخرین مدخل را در اون صفحه.
پس اینها هستند دو کلمه در بالای هر صفحه که نشون میدن اولین و آخرین مدخل را در هر صفحه. These words will help you find the word you are looking for in the right letter section. این کلمات کمک میکنن به شما که پیدا کنید لغتی را که در جستجوش هستید in the right letter section در بخش صحیح الفبایی در اون بخش صحیح درست حروف پیداشون کنید. Read the definitions. معانی رو بخونید، تعریف ها رو بخونید. Once you find an entry, you can find the exact meaning of the word. Its pronunciation, part of speech, synonyms, antonyms and probably its origin. همین که وقتی که به محض اینکه شما پیدا کنید یا پیدا کردید یک مدخل را یک ورودی را you can find the exact meaning شما میتونید پیدا کنید معنی دقیق of the word اون کلمه را its pronunciation تلفظ اون لغت را part of speech یعنی نوع کلمه را مقوله دستوری از نظر دستوری چیه صفت اسم قید فعل اینکه چه کلمه ایست از نظر دستوری را به شما میگه پس اول معنیشو میگه تلفظشو میگه نوع کلمه را میگه سینونیمز مترادف ها را میگه انتونیمز متضاد ها را میگه and probably its origin و احتمالاً ریشه آن لغت را چرا میگه احتمالاً برای اینکه اکثر دیکشنری ها ریشه لغت را ارائه نمیدن یا خیلی از دیکشنری ها که ارائه میدن بعضیا را ندارن ریشه را یه بار دیگه بگم همین که پیدا کردید مدخلی را شما میتونید پیدا کنید معنی دقیق اون لغت را تلفظش را نوع کلمه آن را مترادف ها متضاد های اون لغت را و احتمالاً ریشه آن لغت را و آخرین توصیه look for collocations هم آیی ها یا هم نشین ها را جستجو کنید learning the meaning of a single word is not usually enough و واقعا هم همینطوره یادگیری معنی یک لغت تنها a single word یک لغت تنها is not usually enough معمولا کافی نیست Through sentence examples, try to learn words in combination to expand your vocabulary. Through از طریق sentence examples, جمله های مثال یا مثال هایی که زده با جمله سعی کنید یاد بگیرید words کلمات رو در ترکیب. لغت رو که یاد گرفتی بعد توی ترکیب توی جمله ها یا یک لغت رو یاد گرفتید در ترکیباتش هم استفاده کنید rest استراحت take rest استراحت کردن suffer suffer from یا unexpected the unexpected هم آیی ها اون لغاتی که میان اضافه میشن به اون لغت میگه اونا رو هم یاد بگیرید to expand your vocabulary تا توسعه بدید بس بدید گسترش بدید دامنه لغات دونا یا vocabulary معلومات لغتیتون اضافه بشه یه بار دیگه قسمت آخر رو بگم learning the meaning of a single word یادگیری معنی یک لغت تنها a single word یک لغت تنها is not usually enough خب خوبه ولی کافی نیست through sentence examples از طریق جمله هایی که مثال زده شده try to learn سعی کنید یاد بگیرید words in combination لغات را در ترکیب to expand به این منظور که توسعه بدید your vocabulary معلومات لغتی خودتون را این هم ترجمه متن درس دوم سال 12 صفحات 53 تا 53 Thank you.